با سلام، من پردیس بهمنی هستم و به مناسبت روز جهانی پدر میخواستم این ویدیو رو در رابطه با فرزند ساکروز که در رابطه با پدرم نوشته شده خدمتتون معرفی کنم. پدر من فرد بسیار فرهیخته بود. به مناسبت روز پدر میخوام کتاب فرزند ساکروز رو که حدود 12 سال پیش به یاد پدرم نوشتم بهتون معرفی کنم. روی این کتاب با خط خوش نستعلیق نوشته شده: یاد باد آن که رو خط شمع طرب می افروخت. و همطور که میبینید بکراند اون یا پیش زمینش هم دست خط پدرم هست که با خط خوشش و اون نامهی که در کتاب ازش ذکر کردم برای من نامهی نوشته بود و من اون رو بهترین حالت برای طرح جلد این کتاب دیدم. در واقع پدرم جلال الدین بهمنی فرزند پدری دانشمند و مادری بود که واقعا از ملائکه بود. در سال 1330 به دنیا اومد، اما متاسفانه خیلی زود در سن 50 سالگی ما رو تنها گذاشت. اما یک سیستم فکری بسیار عالی داشت. همونطور که تو کتاب میبینین، توانایی مقابله و سازگاری با زندگی به دیدگاه و شخصیت انسانها بستگی دارد، که مرهون 3 کلمه بسیار بسیار مهمه: من دارم، من هستم و من میتوانم. اگه میخوایم واقعا بچه هامون توی زندگی موفق باشن، شاید خیلی خوب باشه که بتونیم از این 3 عبارت استفاده کنیم و اونها رو بارور کنیم. در این زمینه یک خاطره ای رو که در رابطه با خط و خوشنویسی هست، یه قسمتایش رو براتون میخونم. در رابطه با خط خوش و خوشنویسی، همونطور که نمونه خط خوش خود پدرم رو دیدین، اینجا ذکر کردم که پدرم به خط خوش خیلی علاقه داشت و هنر خوشنویسی رو میستود. یک سری کتابچه‌های آموزش خط تحریری از انجمن خوشنویسان تهیه کرده بود و تمریناش رو با دقت انجام میداد. من رو هم یکی از تابستان‌ها در سن نوجوانی پدرم در یک کلاس نثری ثبت نام کرد و وقتی علاقه و پشت کارم رو دید، برام کتاب‌های دیگه هم در این خصوص تهیه کرد. و این نکته جالبش اینه که واقعاً به تمرینات من اهمیت میداد و وقتی که میدید که من با علاقه کار میکنم، بعضی وقتا یک بیت شعر به من میداد که براش خوشنویسی کنم و اونو قدر میدونست، لای دفترچه رو سررسیدش میذاشت یا اینکه قاب میکرد. من امیدوارم که همه پدران این سرزمینم بتونن با مهر و محبتی که به دخترانشون اظهار میکنن، همیشه این عشق و صفا و صمیمیت پدر و دختری رو قدر بدونیم و افزایش بدیم و بارور کنیم. لطفاً اگه تاکنون کانال من رو سابسکرایب نکردین، سابسکرایب کنین تا من از این به بعد هم در خدمتتون باشم و ویدیوهای دیگه درباره کتاب‌هام و تجربیاتم در اختیارتون بذارم.